معمولا توی علم پزشکی باید یک شخص بیمار به یه مرحله برسه که از نظر آزمایشات و تجهیزات پزشکی قابل تشخیص باشه. یعنی مثلا اگه فرض کنیم اون رنگ رنگ سیاه باشه و اگر به اون مرحله رنگ سیاه نرسیده باشه، خب اتوماتیکوار گمان میکنن که پس سفیده. هلی. ولی ما در نچروپاتی یا طبیع درمانی اون سایه های خاکستری رو میبینیم که چقدر، چون از زمانی که از نقطه سفید به اون نقطه سیاه که قابل تشخیص برسه خیلی طول میکشه. همچنین قلی میخوریم قلی میخوریم میان پایین که درست. یکی دیگه از تفاوت های خیلی مهم اینه که ما سلامتی رو به عنوان یک سفر میبینیم و نه یک مقصد. مقصد چیه دکتر؟ مقصد یعنی destination. خب یعنی سفر، یک سفره، جرنیه، و فقط این نیست که ما بخوایم از نقطه A به نقطه B برسیم. مثلا خب طرف سنگ صفرا داره، کیسه صفرا در بیام بندازم بگم خب حالا خوب شد. اگه شخص ادامه بده یا هر چی، هر نوع بیماری، حتی سرطان‌های مختلف، هر جوری که شما بخواید درمانشون بکنید و بگین خب حالا کیور شدن، که معمولا هم خیلی موقع‌ها کیور نمیشن، ولی اگر که ما اون عواملی که باعث شده که از اون مرحله به اینجا برسن تغییر ندیم یا عوضش نکنیم و درستش نکنیم، خب باز دوباره از یه جای دیگه اینها خودشون نشون میده. شما راست میگی، خیلی موقع ها بیمارا میرن پیش دکتر و میخوان همون موقع خوب بشن. دقیقاً. و شما میگی که مقصده. دقیقاً. ما هم میکشه. عادت کردیم که آره. یواش یواش کار کنه. نمیشه یه دفعه خوبش. هر روزه، یک سفر هر روزه. ما خیلی میخوایم سرمون درد میکنه یه دفعه میخوایم آسپرین بخوریم. بله. اینستنت گراتیفیکیشن میدونی، یعنی ما میخوایم یک لذت یا یک اون تسکین آنی رو بگیریم. ولی خب این تسکین آنی خیلی موقع میتونه در آینده به ما مشکلات زیادی بده. ولی شما دوست دارین بدونین ما چرا این سردرد رو داریم، چی خوردیم، چی این سردرد، خودتون هم باید بدونین، ما هم خودتون هم باید دوست داشته باشین که بدونین. همین که شما دوست دارین به ما یاد بدین خیلی مهمه، بخاطر اینکه بالاخره ما باید با خودمون باشیم. دقیقا. نمیتونیم هر روز با شما باشین که به ما بگین چی کار بکنیم. دقیقاً. خب میخوام ادامه بدم تفاوت‌های دیگه هم بگم، چون خیلی تفاوت هست بین این دوتا. دیگه برای امروز وقت نداریم دکتر هوبان، ولی از دوباره دیگه خیلی دفعه دیگه میایم ازتون یاد میگیریم. آره، تفاوت‌های دیگه رو توضیح میدیم بیشتر.